به پیشواز از بهار 1402 جشن دهقان و 28مین نمایشگاه محصولات زراعتی در بادامباغ کابل افتتاح شد. سرپرست وزارت زراعت، آبیاری و مالداری می گوید که برای سرمایه گذاران فرصت خوبی برای سرمایه گذاری مساعد شده است تا در بخش زراعت سرمایه گذاری کنند. اهل نعمت افغانستانی که صاحب سرمایه هستند، این ملت تقاضایش ای است که امکاناتش پهن بکنه، هموار بکنه، تا که برای خودش هم یک عاید، یک دستاورد خوبی باشه، هم برای ملتش هم یک نفقه زندگی، روز زندگیش برابر شوه، هم این ملک خشکیش به سرسبزی تبدیل شوه. تجار ده تجار سره او ده تجار ده مسجد ده امارت مسئولین سره خپل مشکل مطرح کو چې څنګه کولای شو چې د خپل زراعتی محصولاتو ته آقا د مالدارۍ دي که زراعتي محصولات دي موږ مسده بازار موندنه وکوو. لازمه ده چې د کرنې میکانیزه کولو، اصلاح شویو تخمونو او داسې نورې ټکنالوژي د ترویج په برخه کې ډېرې هڅې وشي چې د هیواد په اقتصاد زیاته اغیزه لري. د بذرو تخمونو ویش په زیاته پیمانه، د باغداري وسایل ترویج او رهنمایي په برخه کې مرستې، د چایلی او نیمه چایلی باغونو احداث، کرن هاوس جوړول، ماهی پروری، قطرهی سیستم جوړ شي چې د وچکالی په وخت کې ډېر مهم رول لري او داسې نورې مرستې. خوشبختانه نن چې زه د بادامباغ نندرتون ته راغلی یم، ډېر مفید او ګټور په همدې دی چې زه د ټول هیواد شرکتونه چې کوم تولیدي شرکتونه داخلي د افغانستان شرکتونه دي، زه د هغوی محصولات ګورم، دوی راځي زموږ محصولات ګوري، موږ د دوی محصولات ګورو، نو له همدې خاطره څخه یو د بل سره آشنا کیږو او دغه آشنایي چې دا زموږ د بازاریابي یا د بازارموندنې لپاره ډېره مفیده او ګټوره ده. این نمایشگاه که به مدت 4 روز ادامه دارد، دارای 263 غرفه از محصولات کشاورزی است که از این میان تنها 56 غرفه به صنایع دستی بانوان اختصاص داده شده است.